با درود خدمت تمام این سروران کشت دوستان و همراهان همیشگی کانال حسین نظری MMA کشتی وزن 67 کیلوگرم سجاد ایمنتلر کشتیگیر کشورمون در مقابل کشتیگیر از فرانسه قرار گرفته. کشتیگیر فرانسه با دوبنده آبی بالوستیان در ابتدای کار کشتیگیر ما رو که دوبنده قرمز تنش هست از توشک خارج میکنه و یک امتیاز میگیره. نازش من معرفی کنم کشتیگیر رو تا ما ابتدای کار تحت فشار گذاشت کشتیگیر ما رو سجاد ایمنتلر رو و از توشک خارجش کرد. از شهر روم سری مسابقات جام متو پلیکونه در خدمت شما عزیزان هستم. اولین کشتی سجاد ایمنتلر هست، وزن 67 کیلوگرم، تیر ماه 1401. دو کشتی همچنان رو دسته هم دیگه کار میکنن، یک امتیاز پیش از کشتیگیر فرانسه. بالوستیان رو دسته هم دیگه کار میکنن، هر دو کشتی دارن کار میکنن. ببینیم داور میخواد که با کشتیگیر ما تذکر بده، باید رو به جولا باشه سجاد ایمنتلر. حالا داره دستاش بهتر کار میکنه، اگه همینطور کار کنه میتونن اختار بدن به کشتیگیره. نه میخواد به کشتیگیره ما اختار بده، ولی کشتیگیره ما داره کار میکنه. بله مورد تایید قاضی و رئیس توشک قرار میگیره. حالا باید سجاد در خاک گالوستیان کشتیگیره فرانسوی بنشینه. ببینیم چه میکنه، امیدواریم که در خاک گرس و محکم بشینه و امتیاز نده به این کشتیگیر. دستا رو بد میکنه، میاد پایین برای بارنده. دستا خیلی پایین اومده، یه مقدار بیاد پایین میتونه روبرش اختار بید. حالا میره بر میگرده خودش رو برای حالت کنده فرنگی میکنه، باید تکون بخوره، نباید تو هم حالت ثابت بمونه. خوبه، خوب داره مقاومت میکنه، میتونه حالا لیفتش رو انجام میده. حالا دیگه باید سرپا بدن، ولی یک امتیاز برای دوبنده آبی برای لیفت درخواست میشه و اعتقاد دارن که خطا انجام داده، پا رو درگیر کرده. بله بله، یک اخطار هم به روی تابلو ثبت شد. یه لحظه پاش قاطی شد، غیر عمد بود، ولی خوب مقاومت کرد، نیازی نبود پا رو قاطی کنه. متاسفانه دو امتیاز دیگه هم از دست داد و این دونه برای اخطار. حالا نچه کشتی 4-0 میشه، نباید لیفت بشه، باراندازش رو میزنه. حالا دو امتیاز دیگه هم میگیره، دیگه نباید بارانداز بخوره، اگه بارانداز بخوره کشتی رو واگذار خواهد کرد. نباید دیگه بارانداز، دیگه میتونن سرپا بدن، دیگه باید سرپا بدن. حالا لیفت میکنه یک بار دیگه، باراندازش رو هم میزن و کشتی رو به پایان میرسونه و همین راحتی در ابتدای کار متاسفانه کشتی رو واگذار کردیم. در عین ناباوری سجاد ایمنتلر کشتی اولش رو واگذار کرد. حالا باید منتظر باشه که این کشتیگیر میره به فینال یا نه. از طرف دیگه محمد جواد رضایی رو هم داریم. این کشتیگیر فکر نمی کنم خودش رو به فینال برسونه. یه کشتیگیر آذربایجانی هم هست که جعفروف خیلی کشتی قبلش رو زیبا گرفت، متاسفانه کشتی رو واگذار کرد و فکر نمی کنم این کشتیگیر فرانسوی بتونه به فینال برسه تا در شانس مجدد شانسش رو امتحان کنه. خب دوستان، تا کشتی دیگر، تا درود دیگر، بدرود.